برگزاری سومین نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد. جمهوری اسلامی افغانستان با تاکیدی که روی استقلالیت این روند داره جدا انتظار داره که در نشست امروز نقشه راه برای گفتگوهای صلح نهایی شد. انتشار تصاویر آزار و اذیت زندانی ها از سوی پنتاگون. و بر ضد مردم افغانستان فعالیت می‌کنند. و 50 قربانی در حمله انتحاری کویته پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. به مجموعه خبری این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 17 دی 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 6 فوریه 2016 میلادی. مشروع خبرهای این ساعت با من شیبا پریسا ابراهیمی. نمایندگان چهار کشور اشراک کننده صلح در سومین نشست چهار جانبه توافق کردند که تلاش ها برای تعیین زمان آغاز گفتگوهای صلح ادامه یابد. وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست آینده چهار جانبه در چهارم ماه حوت سال جاری خورشیدی در کابل برگزار خواهد شد. مشاور امنیت ملی و امور خارجه نخست وزیر پاکستان در سخنرانی گشایش این نشست ابراز امیدواری کرد تا نقشه راه برای گفتگوهای صلح نهایی شود. وزارت خارجه افغانستان نیز با نهایی شدن نقشه راه تاکید دارد و آن را برای عملی شدن روند گفتگوهای صلح نهایت مهم میداند. عبدالعزیز کریمی جزئیات می‌دهد. گفتگوهای صلح افغانستان بار دیگر روی میز مقامهای افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد مطرح شد. مکان آغاز مذاکرات صلح، زمان و افرادی که در این مذاکرات شرکت خواهند کرد از هدف برگزاری نشست گفته می شود. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان میگوید که حکومت پاکستان مطمئن است که روند صلح سبب کاهش چشمگیر خشونت در افغانستان خواهد شد و نباید از هیچ گونه تلاش برای دوام آن دریغ شود. من امیدوارم که با دوام این روحیه و اراده این گروه در حال حاضر بر تصویب زود هنگام یک نقشه راه برای روند مصالحه تمرکز کنند. راه پیشرو برای برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در اسرع وقت ممکن را شناسایی کنند. وزارت خارجه نیز بر نهایی شدن نقشه را در این نشست تاکید می‌ورزد و نهایی شدن این طرح را در گفتگوهای عملی با طالبان نهایت مهم می‌داند. جمهوری اسلامی افغانستان با تأکیدی که روی استقلالیت این روند داره جدا انتظار داره که در نشست امروز نقشه راه برای گفتگوهای صلح نهایی شود. در نظر داشته همین نقشه راه و در همین مسیر گام های عملی در جهت گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد. معاون دوم مجلس سنا صلح را برای افغانستان یک نیاز دانسته میگوید که باید پاکستان صادقانه عمل کند. ما فکر میکنیم که این دفعه چانس آخری مهلت آخری بر پاکستان خود باشد که در این مورد اینا در رابطه صلح با ما صادقانه همکاری بکنند. خواست ما جامعه جهانی به خصوص آمریکا و چینی است که فشار را وارد بکند و همچنان خود ملت پاکستان که نقش بسیار اساسی داره بالای پاکستان فرار وارد بکنه. این بار موضوعات سره که با ما بحث میکند این موضوع را باید در عمل تطبیق بکند. پیش از این طالبان پیشرت هایی را به خاطر آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان اعلام داشتند. خارج کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، حذف جوایز تعیین شده برای بازداشت یا از بین بردن آنها، آزادی طالبان از زندان ها، حق رفت و برگشت طالبان به سفرها. اما حکومت افغانستان همواره بر حفظ دستاوردهای 14 ساله مردم افغانستان در زمان گفتگوهای صلح تاکید ورزیده است. احترام به قانون اساسی افغانستان، حفظ دستاوردهای 14 سال گذشته حکومت، پذیرفتن روند دموکراسی از سوی طالبان، شامل نشدن طالبان در صفوف نیروهای امنیتی تا یک زمان مشخص و توقف ساختن حملات از سوی طالبان.
پنتاگون عکس هایی درباره آزار و اذیت زندانیان در عراق و افغانستان منتشر کرد. وزارت دفاع آمریکا حدود 200 عکس مرتبط با آزار و اذیت افراد بازداشت شده در عراق و افغانستان را منتشر کرده است. آگاهان افغان در این مورد میگویند این گونه رویدادها تنها نباید رسانه ای شود، بلکه با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد. علی اصغری گزارش میدهد. زندانی های عراقی و افغانی در آن نشان می دهد. مقامات در پنتاگون گفتند عکس هایی که منتشر شده با حوادث زندان ابو غریب در عراق و همچنین بازداشتگاه گوانتانامو ارتباطی ندارد. وقفه کوتاه در آریانا، اما ادامه خبرها از آریانا نیوز. نیروهای امنیتی در پاسگاه‌های شهر کابل به گونه دقیق از وسایل نقلیه و مردم بازرسی ندارند. همکارم فرهناز فروتن در جریان شب به برخی از پاسگاه‌های امنیتی شهر کابل رفته و گزارش آماده کرده است. سری به شهر و محلات بازرسی پلیس از طرف شب می‌زنیم. چگونگی بازرسی‌های شبانه؟ جاده‌های کابل بیشتر از نور چراغ‌های موتر روشن هستند تا خیابان‌هایی که باید برق داشته باشند. اینجا محل بازرسی جاده پلی‌تکنیک کابل است. موترهایی که از سوی پغمان و قرقه در اینجا باید بازرسی شوند. در این ایستگاه این گونه به بازرسی موترها پرداخته می شود. موترهای عادی ایستاده می شوند. بازرسی هم فقط با چشم یک چراغ صورت می گیرد. این ضد گلوله هم به همان صورتی است. اما حتی برای لحظه متوقف نمی شود و کسی هم با آن کاری ندارد. اینجا هم یک ایستگاه بازرسی است. خیابانی که به سوی دانشگاه کابل می رود و دو نفر سربازی که موظف ایستادند. بازرسی علاوالدین. اینجا چهار راهی ده مزنگ کابل است. برای اندی اینجا توقف می کنیم. ساعت هنوز 6:30 نشده است. و اینجا موترهای بزرگ بارکشی صف می‌کشند. بازرسی برای این موترها در کار نیست. فقط یک وجه مشترک. یک نفر از دروازه جلوی موتر پایین می‌پرد و پس از اندی توقف دوباره برمی‌گردد و حرکت می‌کنند و مشخص نیست در این موتر چه باری است. اینجا هم بازرسی با چشم و چراغ دستی صورت می‌گیرد. با اینکه بازرسی جدی جریان ندارد، اما خیابان تا حدود زیادی مسدود است و گاهی باعث ترافیک سنگین می شود. سینمای پامیر، مرکز کابل. ترافیک سنگین موترهای منتظر. بعضی افراد اینجا از موتر پایین می شوند. بازرسی بدنی صورت می گیرد. جاده مرادخانی کابل، عبور و مرور ساده. جاده ای که همجوار خیابان وزارت دفاع ملی است. و این سوتر ریاست امنیت ملی و آن سویش دیوار ارگ ریاست جمهوری. شهر پر از موترهای ضد گلوله بیشمار که شماره ثبت ترافیک را هم ندارند. شیشه های سیاه و اعتنایی به هیچ بازرسی و پلیس نمی کنند. گلوله پشته کابل. اندی در همین جا منتظر می مانیم. ضد گلوله ها گاهی خودشان عبور می کنند. بدون ایستی و حتی اشاره برای ایستاد شدن. همانند مالکان شهر که به هیچ مترکی همه با آنان بدهکارند با سرعت‌های بالا بدون شماره‌های ثبت. دو نفر سرباز و نگاه‌هایی که بازرسی می‌کنند و تمام. بازرسی جاده حنظله به این خاموشی و خلوت. چهار راهی تیمنی. ترافیک اینجا گاهی خیلی سنگین می‌شود. طبق معمول موترهای ضد گلوله عبور می کنند. برخی ها که مشکوک به نظر برسند این طور ایست می شوند. سرک پنج تایمنی، خیابان مسدود است و تنها جای رفتن یک موتر است. بازرسی خاصی نیست، فقط یک سرباز در کنار خیابان ایستاده است. کابل را به یک قلای جنگی تبدیل کردن و این بازرسی ها اصلا نه حرفوی است، نه مسلکی. مزاحمت بیشتر به ترافیک و مردم و شهروندای کابل دارن. ما امیدوار هستیم که بیشتر این ساحات تلاشی و این نیروها به بیرون از شهر کابل در ولسوالی‌های کابل جابجا شوند تا جلو ناامنی را به داخل بگیرن. کار کشفی استخباراتی میتونه داخل شهر
یعنی نیروهای استخباراتی باید فعالیت بیشتر داشته باشند. آگاهان معتقدند که این محلات بازرسی کابل را بیشتر به یک قلعه جنگی مبدل کرده است تا شهری امن برای زندگی کردن. بیننده رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه باشید. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. باز هم خوش آمدید و حال هم توجه کنید و چند خبر کوتاه از جهان. یک حمله انتحاری شام امروز در کویته پاکستان 50 قربانی به جا گذاشت. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در نتیجه انفجار یک بمب انتحاری 10 تن کشته شده و 40 نفر دیگر که بیشترین ملیشه های نظامی پاکستانند زخم برداشتند. انتحار کننده بمب همراهش را در شهر کویته در ساحه چوک منان با کاروان ملیشه های نظامی انفجار داده است. انوارالحق سخنگوی ایالات بلوچستان گفته است که فرد انتحار کننده در یک بایسکل سوار بود. گفته می شود نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و زخمی ها را به شفاخانه نزدیک انتقال دادند. تا اکنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما در گذشته تحریک طالبان پاکستانی حمله بر یک دانشگاه در شهر پشاور پاکستان را به هده گرفته بودند. دولت های منطقه می گویند کوریای شمالی ممکن است پرتاب بزبرانگیز ماهوره خود را زودتر از زمان تعیین شده حتی در روز یکشنبه انجام دهد. بر اساس گزارش ها دولت ژاپن گفته است کوریای شمالی موشک ماهوره انداز خود را بین 7 و 14 فوریه پرتاب خواهد کرد. پینگیانگ قبلا گفته بود این ماهوره را بین 8 تا 25 فوریه به فضا می فرستد. قدرت های جهانی از این اقدام انتقاد کرده و گفتند پرتاب ماهوره توسط پینگیانگ پوشش برای آزمون تکنولوژی موشک های بالستیک است. عملیات نجات در تایوان در پی زمین لرزه شدید در این کشور ادامه دارد. گروه های امداد در تایوان در جستجوی افرادی هستند که در خرابه های ساختمان هایی که در پی زلزله شب گذشته فرو ریخت گیر افتادند.
شنبه شب زمین لرزه به بزرگی 6.4 ریشتر در جنوب تایوان تعداد برج‌های مسکونی را تخریب کرد. بر اساس گزارش‌های دریافتی دست کم 7 نفر در اثر این زمین لرزه کشته شدند که اکثر آنها ساکن برج در شهر تایوان بودند. تا اکنون بیش از 200 نفر را هم از زیر آوار این ساختمان 17 طبقه‌ای بیرون آورده‌اند. این زلزله باعث لغو شمار زیادی از قطارها به جنوب تایوان نیز شده است. بعد از وقفه کوتاه هم بیننده رویدادهای اقتصادی باشید. اما پیش از اینکه رویدادهای اقتصادی نشر شود، حال هم توجه کنیم به خبر تازه. طالبان حوالی ساعت 5:30 عصر امروز شماری از سرنشینان دو بس مسافربری را در مسیر شاهراه میمنه شبرغان و گروگان گرفته است. یکی از اعضای شورای ولایتی فاریاب در تماس تلفنی با آریانا نیوز این رویداد را تایید کرده، میگوید که مسافران به یک جنگل در منطقه اندخوی برده شدند و تا کنون از سرنوشت آنها خبری نیست. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. و حال هم توجه کنیم به یک رویداد اقتصادی. مسئولان ریاست زراعت و مالداری در سرپل میگن طی دو سال گذشته حدود 4000 جریب زمین در مرکز این ولایت تبدیل به باغ‌های میوه شده است. به گفته این اداره در سال جدید نیز در 800 جریب زمین در سرپل جنگلات پسته احداث خواهد شد. محمد جعفر امیرزی رئیس زراعت و مالداری ولایت سرپل گفت طی دو سال گذشته حدود 4000 جریب زمین در مرکز این ولایت باغ‌های میوه احداث شده و در سال جاری نیز به منظور احداث باغ‌های میوه و پسته در مرکز این ولایت 800 جریب زمین للمی و آبی از سوی اداره زراعت سروه گردیده است که مطابق پلان سال جاری 100,000 اصلنه حال میوه‌جات مختلف و تخم پسته برای زارعین توزیع می‌گردد. ما پروسه احداث باغداری داریم در کشت بهاری که برای دیاقین محترم که البته یکی از روش های اینمی ایواز کشتی بدل که همین احداث باغداری هم شده می داره که ما از ویلیتی های استاد شده مواجهات مختلف که تقریبا تایل حال دانو ویلیتی های مختلف ما در مرکز و ولایت سرپل که در حدود
4000 جیب میشه اهداف شدن. اما شماره از باغداران و دهقین در چند صد متری ریاست زراعت هنوز هم خبر از فعالیت‌های این اداره ندارند. آنان میگویند تا هنوز هیچ کمکی از این اداره دریافت نکرده اند. با گفته شماره از آنان تنها یک بوری گندم اصلاح شده، آن هم برای شماره از دهقین توزیع شده است. شوخت بزابو سوال بزگت زراعت بلمایدش که زراعت بزلاده سورایمه سورامایمه زراعت خیر گرده خیر گیمه بزده بر مالدار بر نمالی منه عمرو بزیوتی ما خودم ها دیقان هستم بله. یعنی ما چیز گندم ها در پایسه خودم خریدم خودم کاریدم تا امروزه در ما هیچ چیز ندادم دولت هیچ چیز ندادم از همه دولت انشالله دولت کب کمک لاده شد برادر تریایی کم من بلاده آرام شنو که یک مایبز برادر بر دیقالی کشت زراعت قلابز کب دولتتن خوشحالی قلابز دولت کب یخشه ولیکن ملت که کم میربان. این در حال است که به گفته مسئولان اداره زراعت و مالداری سرپل دو ماه قبل نیز 100 تن تخم اصلاح شده بذری به عنوان کشت بدیل در فصل کشت خزانی برای 2400 دهقان در مرکز و ولسوالی های ششگانه این ولایت توزیع گردیده بود.